خودشو بخوری کلسوم تو کارش گرگیه شما مردم که همش بشین و چایی بخورن و چپخ بکشین و حرف مفت بزنه بابا داشتیم ناسلامتیم بشو به کارت بره بله دیگه هر کسی رو بهره یه کاری ساخته اوهو یکی واسه دویدن و کاکدن یکم برای خوردن و نشستن و حرف مفت زدن احسا توی ایرادیر یکی به ما زد آجی تو که میدونی این کلسوم قابل دهان شکوبت نداره جلوی قشون سلب و تور رو میشه گرفت بچه دنکی نکو بزید همین دیگر اما جلوی این کلسوم رو نمیشه گرفت خب بخ برمویم دیگر بابا دیگه باز از روی حساب 24 بالاخره تنقل ما دهاتیونشو بگیر اما چاییشو نه کبله چی حق صدیقه طاهره نجاتش داره راه یومه چی شده؟ بچه چی؟ بچه داره با پا میاد آی خدا یا خودت آی نه مگه میباز با سر بیاد خب بچه ی آجاد با پا را میادی اما خودمونم با پا را میادی ساکت شو بینا یا آقا مه بنی خوشم دستم بند اومد میخوای با شما یوسف دانوید خبر کنم نه مزه خودم حال خودم نمفهم بابا دست پاچه نشو اصطلاح هست بابا بشو روی پشت بوم از اون بگو آه هیچ یادم نبود بلند شو بشو روی پشت بوم از اون بگو شاید خدا مارت و نجات خانه بلند از اون بگو همه بشو فنا دعا بکنه ای خدای من دارن از اون میگن حتما کار بچه هایه او بچه ها که با از اون خدا شوخی نمکنن آه یقین جاون جاره اینجا زخم اینجا از اون میگن که دعا کنی راست میگه الهی درد درد مندون دوبو کن درد ایز او و بیچاره را صبح کن خودشو بچهش از او الهی امی الهی امی
چه از اون بی موقعیه؟ حتما یه زعو داره درد میکشه، دعا کن. خدایا خودشو عیالشو سلامتی حده. الهی آمین. خدایا قدمشو برای اهل ده و مملکت مبارک. الهی آمین. امن یجیب المضطر اذا دعا و المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا. خدا بری دختری گیت گلابتی مثل قرص قمر داده. نه نه یستالله حالش چطوره؟ خدا حالش خوبه. خب الحمدلله. خب قدمش مبارک باشه، چشم شما رو سلامت. خدا عزتت خاده. بیا کرسو، اینم پول نباتت. خیلی زحمت کشیدی بابا. پول دست شما، حالا به شما میسیخ پیاز بذارم بال سر زاو که آل نگیده. خب الحمدلله. خب بفرماییم بفرماییم، اقلکم دستونو شیرین برکنیم. نه تا رخصت ندی که ناف دخترتو به اسم پسرم جعفر قلی ببرم دست به نون نمکت نمیزم. درست سر به زنگا گرفتی حاجی ها. مبارک باشه. مبارک باشه. خوف در تخت جوری همو دختر کبلهی واسه پسر حاجی. پسر حاجی صاحب اختیار. پس همینجا قول هاده. قول میدم بابا، جعفرم مثل اولاد خود مایه. بیا جلو بینم جعفر جان، بیا جلو بینم. بشو جلو بشو. الهی به پای هم پیر بشیم بابا. بعد اون زیر سایه شما. زیر سایه شما. آی خاله کلسو، کلسو چی میگی کبله؟ دستم بنده. چیه؟ ناف این دختره رو به اسم جعفر قلی ببری که همه بدونن اگه خون به پا این دختر مال جعفر قلی پسر حاج ولی اللهیه. ناره رسو چون رسو بشه برگل ناره. هر روش کمونی ها چشمای او بارونیه، گلپه او گلابتون گونه او گندمیه. دولبش این سر از کلوچه قندی بود، به دران نهان بسیر و موزه دل بندی بود.
بفرمایید. یا الله یا الله بفرمایید. یا الله ببخشید بچه‌ها سر و صدا رو انداختن. نخیر نخیر چیزی نیست. در این قبیل و واقع دف زدن و شادی کردن جایز است. اتفاقا غیر از اسم گذارون و شب شیش نومزدی نورسیده با غلامزاده جعفرقلی هم هست. به به چه بهتر، خیلی مبارک است. سایه شما جمعه انشالله به پای هم پیر شد. البته زیر سایه شما برای خدمت. بسم الله. رفر مای نوش جان. بسم الله. بله الحمدلله شد. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ما شاء الله تبارک الله احسن الخالقین. ایس انتخاب کردین؟ هرچه شما بفرمایید. با اجازه شما مادرش از گلنار خوشش اومده. بسیار خوب و مبارک است. خودش گل است و اسمشان گلنار. الله و اشتران خواب بشتران شدن لاله حد الله 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 شدن یا الله انشاءالله قدمش مبارک می بشن و به پیری برسن انشاءالله. ای آقا چه صحبت ها بکنی؟ تا دو ساله بیاد جو بشه دل صحابش اومش. تا دو ساله بیاد جو بشه دل صحابش اومش. در آوردن
مردم از دل بر من یار من نوگل بی خار من به بر بگیرم قد و بالاشه به بوسمون چشمون شهلاشه گل نار گل نار گل نار بلند شو ای جان پاک که می کنم سینه چاک بیام رو چشمان من فدا گرد این جان و تن چرا که گل هستی و گل ناری بهاری و جلبه گل داری گل نار گل نار گل نار تا دنبالت نفرستم دلت نمیاد پاشی بیا اینجا این حرفا چیه گلی جون من تو را از چشام هم بیشتر میخوام احمد مواظب باش ها مواظبتم گلی جون بالاخره تصمیم گرفتم که مارم بفرستم پیش مارت خواستگاری فایده این کار چیه تو که میدونی پیر خدا بپولی کرده قبل از مرگشم به داداشم وصیت کرده منو به جعفرقلی هاده خوب میشناسی هر چی بابام وصیت کرده همونطور میکنم قلی جو خدا اون روزو نیاره که داداشم بفهمه منو تو همدیگر مخوای ها بفهمه که بفهمه قلی 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 باش باش بچه پاتو جمع کن از سر را نمیخوام خوب از اون برمشو مگه جدر خریدی عجب یه آلای تخصی هست داشت داشت مطلا از این برشو از این برشو چرا بابا؟ آخه نیده سلاح در اینه که از این برشی از این بر باد میاد باد میاد؟ آها آها راست میگه باد میاد آها آها یه بشی یه گوشه دیگه ای احمد مواظبت باش مواظبتم گلی جان آخه الان دو ساله که جعفرقلی رو دولت فرستاده داشتم دونم میگن آلمان ارتیش کجایه اصلا خبرش نیست راست میگه گلی جان الان دو ساله که رفته دریغ از یه کاغذ که برای هم نوشته باشی من خودم هم نمیدونم این چجور نام زدی بلکه اصلا دیگه نیاد یا وقتی اومد یا تو رو نخواد یا همونجا زنگ گرفته باشه خدا از دهانت بشنوه راحت میشم گلنار گلنار داداشت خاک بر سرم شد خدا مرگم خودت چه کنم کجا بشم اینجا بینم نترسید نترسید دروغ گفتم زهل درف شدین عاشقا رو چقدر ترسوند و نفری ایاز زهلم او شو چرا قشق کنی نه نه بابام کویه دست دکون حاج ولی الله قنچایی بخری کاری داشتی؟ نه گوش کن نه نه مخواستم بپرسم ببینم بابام چند ساله بود که تو رو گرفت باز بخوای سر به سر من بذاری؟ چند ساله بود؟ 19 ساله بود 19 ساله؟ ها نه نه آجا نه نه ها من چند سال دارم حرف آخره نمزد کیو مخوای ننه نه نه دلم مخواد فردا یه صدقه بشی خونه کلمیتی خدا بیامرز بشم چو کنن بشی مزه دهون ننه گلنار رو بفهمی بینی دخترش به من هم ده یا نه دیوونه شدی هیچ وقت نمیشن دختره نامزوی جعفرقلیه باباش تا مرگ وصیت کرده نه نه گوش کن من گلنار رو مخوام شه اگرم نشی واسم خواستگاری بکنی یا سر به بیابون بذارم یا دیغ میکنم وای خدا مرگم بوده خود چند دفعه گفتی تو پیدا کن من بشم خواستگاری
حالا فکر تو بردار. خیلی خوب، اما باید ببینم بابا چی میگه. ننه جان نگو، اول باید ببینیم ننه گلنار چی میگه اون وقت. خیلی خوب، من میشم، اما میدونم که نمره یکدیگر به تو نمیدن، اونم پسر یه نفر حاجی. ننه خود تو چرا به کوچه علی چپ میزنی؟ من که خودت پیش از بابام نمزه قاسم پسر حاج نوروزعلی نبودی. چطور شد؟ وقتی دیدن که تو بابام مخایر کار به جای بدبد بکشه خواهد دیگه از داره دریش بابای بیچاره من. دوان تو جمع کن، زلیل مرده؟ نه خود خدایی جو بگم دیگه. حالا چی کار میکنی؟ نمیدونم والا، خدا عاقبت این کارو به خیر کنه. همین امروز اسمشم دیه مجی مرونه دو اگه دونه نه آخه زن کبله هون هون جون مهمون نمخوای. چرا نمخوام؟ مهمون حبیب خدایه. سلام خوار. سلام خوار. سلام سلام روی ماه دختره. گلنار جان بشه یه چای بریز ببینم. ماشالله چه دختر خوشگله، نگاش کن. بفرمون بالا اینجا که خوبه. من من غریبه یم. چه عجب از این طرف ها. خوب والا خوان کار ما یک گره خورده که به دست تو وامشه. خیر انشالله. خیر ببینی خواهر جان. راستش اینه که امروز اومدم اینجا یه قلیون تفبکشم و شیرین کام بشم. چطور؟ خودت میدونی که قلی من جوون سر به زیریه. دیگه وقت سر سامون دادنشه. مبارک باشه. سلامت باشی. ماشاءالله. قربون دست پنجه. بس سرما دست درد نکنه. گلنار جان بشه یه هندونه بشکن بیار برمون. هندونه؟ آها بفرما. حالا خیال داریم کی واسش بگیریم؟ راستش هم خودش هم ما گلنار رو پسند کردیم. گلنار؟ بفرما. گلنار که خودش نومزد داره. درسته، اما نومزشی که چند ساله دولت پرسادش رفته فرنگستون دستی زراعت بخونه. معلوم نی بیاد نیاد گلنار رو بخوا نخوا. والا منم دل خوشی از جعفرقلی ندارم، اما چی؟ اما اینکه ما زنا اختیار چیو داریم که اختیار شوهر دادن دخترمونو داشته باشیم؟ اختیار داره خونه عبدالله، اونم که میگه الا و للا باید وصیت بابام عمل کن. آخه شاید جعفرقلی اونجا زن گرفته باشه. خدا میدونه. میخوای یه کاری بکن؟ ها بابای قلی رو بفرست پیش املا. خب شاید خدا بخواد و راضی بشه. باشه خواه. بالاخره اختیار داره ما مردمونه. شاید با هم کنار اومده. خدا رو چی دیدی؟ خب البته حق با توی خواهر جان. زحمت کم بکنم. خدا زوده برم. هم دو بردم. اوه شیرین خام باشی دخترم. دست درد نکنه. قربونت برم. خدا حافظ. خدا نگه. خدا حافظ. مامان نام شهر سر ایچی نام فهمی باز با خودش حرف بزنم بهتر. قلی قلی جان بابا جان من نام فهمم این ننه چی میگه. حواسش پرت شده، عقلش کم شده. مگه چی میگه بابا؟ میگه بشی گلنار دختر کلمکی رو واسه قلی خواستگاری بکن. باید حرفی که نمزنه بابا. اینم حرفو نمزنه. پسر جون این نامزد جعفرقلیه. دیو نشدی؟ چرا؟ بابا جون همه اهل ده اینو میدونن. از این گذشته ایل و طایفه ما با اونا میونه خوشی نداشتن. تولا چند دفعه سر ایل و چرای هشم با هم دعوا میشده. یه دفعه هم که خبر داری خیل را بفتاد. همین چند روزه پیش بود که سر دختر جلسفر براتری رو دار بزن. بابا جون نه صحبت خون خون ویزیه، نه من براتریم، نه جعفرقلی خبر آثری هست. قلی بیا و از هر شیطین پایین شد. تو دختر بهتر از گرنار تو این دریخته.
هم که دختر خدا خرونه کرده. آخه شما چشای من نگاه بکنی کورشم چشای خب اصلا بابا اگر اینه رو برای من خواستگاهی نکنی نادی رنگ منو نمیبینی. بابا سرم از بسم میشه خواب زن بشین تشک تو بسم دارم میشمم دیگه. آدم از دشمن خودش چطور میتونه خواهش بکنه؟ میگم خواب تای نشه یاد جوونی های خودت بیاد که چطور پاشته در خونه ای ما رو ورکنده بودی. جمعه از نماز جماعت که برگشتم میشم با برارش صحبت بکنم. من الان برمیگردم. حالا فهمیدم که دم و ساعت این پسره کجا ببرده. چیه؟ چه خبر؟ گلوی بکن زودی بیا کارش دارم. نفهمیدی چی کار داره؟ نه اون که تمام حرفشو به من نمیزن. بشه 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 بکن. جعفر کاغذ نوشته که میاد. جعفر میاد چه خاکی به سرم بکنم؟ گلی جون عقل منم قد نمیده. مخوای بشو پیش ماره راست حقیقت چی بهش بگو و با اونه رو نمخوام اینه رو مخوام. گلی جون بهش برکدم گریه کردم اما ننم دشنامم داد بکود اگه داداشت بفهمه تو رو مکشه. معلوم نکرد که میاد؟ نه منو ببو که پیرم راضی کردم بشه پیش برار خواستگاری. اوی داداشو اگه منو به اینه همجا ما کشم بگه من موجه بخوایم بشی بکودی کاغذ بنوشته. آها الحمدلله کاغذ بنوشته. او الحمدلله چی بنوشته؟ نوشته که درسش تموم شده ما هم حرکت مکنه یه سرم میاد اینجا. فکر میکنم واسه شب جمعه اول اون ما به امید خدا اینجا باشه. من خیلی دلم میخواد این جعفر فرنگستون رفته رو بینم چه ریختی شده. خلاصه آقا عبدالله تا جعفر بیاد انشالله ما باید بساط عقد و عروسی گلنا رو روبرا آور کنیم. انشالله من همین رو به ننم میگم که دست به کار باشه. او با چه خبره؟ آخ الان گیر نفته. آی مردم آی مردم وای باجو پامار بزی پامار بزی آخ پامار بزی پامار بزی آی به دادم برسی سوختم آتیش گرفتم به دادم برسی. آی مردم مردم دارم میرم. آی مردم دارم میرم به دادم برسید مردم دارم میمیرم پابا مار بزی آخ وای وای پابا مار بزی پابا مار بزی. آی بابا چون چی شده؟ چرا داد میکشی بچه؟ بگو بینم شده چی کارش بکنیم آجا؟ ورش داریم ببریمش رو دیگه فکر میکنیم. آه بیا کولم بابا برسون همه بیمارستان. بیا بینم. آی پا پا پام سو آتیش گرفتم. آی بشه صاحب مازه عجل و از دیف گوشمون پروند. آی پام سب کن بینم. منو بزن زمین بینم. نه بابا اگه بذارم از زمین چلاق میشی. چی رو چلاق میشی؟ اصلا پام مار بزرده بود. نبا میدم پاتو مار نزده بود. نه میخواستم خرزواری گفت بکنم. خرزواری خرزواری مد بکن. آی وای حالی چی کار داری مکنی؟ بچه های این سال زمونه هم دیگه. لا اله الا الله. یا بشی ماجی استغفر الله ربی بردو بگیر. عجب زندگی داریم من نمید. Thank you.
کرده بود. خب معلوم میشه جعفرقلی تا شب جمعه اول اون ماه میاد. ما هر کاری داریم باید تا اون وقت انجام بدیم. تا خبری از جعفر نبود امیدی نداشتی، حالا که خودت شنفتی. راست میگی، پاک کار ما گره خوردیم، مگه خدا خودش درست بکنه. راستی قلی جون اونجا تنگ قروب کاری نداری؟ نه. بیا سر سیاه چادرهای بالای ده برو برای میگه چی کار کنی. من نمیشناسم. چه؟ نه میگن حرفش رد خورد نداری. بشین شه. اسمه قلی. اسم ماره رقیه. قلی آقا غلام علی باشی. قلی آقا به کسی هم که نظر داری مثل گله، مثل قنچه گله. قلی آقا تالت به برج زهره، تاله عشق و تاله خوشبختی و برکت ها. قلی آقا غم داری، قصه داری، اما خدا یارت ها. دشمن نداری، اما مار سیاهی سر راهت ها. نترس، مار سیاه یارت میشه، الله نگهدارت میشه. جوان مردی، دست و دلبازی، آخ دست دمک نداره. عاقبت به خیلی و سفیری کن تا خدا دستتو بگیره. قلی جان علی، یا خود حال منم بگیر. دست داده بنام، دست چپتو، دست چپمو. اوهون، به خلق اسمه گلنار. اسم ماره گلنسا. گلنار خاتون، خودت گلی، دلت هم مثل گل پاکه. گلنار خاتون، عمرت مثل کیسه های گلابتونت درازه. بختت مثل اون کشفای قشنگت روشنه. خبر نداری که روزگارم سیاهه. روزگاره مثل روی ماهت سفیده. سیب زاخ نصیب کفتاش نمیشه، زینت دست یار میشه. هیچ خواسته نخون، حاله کیه؟ تو رو به خدا راست میگی. اوه، اگه دنیا جمع گدن، تو مال این جوونی و این جوونم مال تو هست. اگه بذارم گره ای تو کارتونه که با تلسم من با میگه به تلسم لیلی و مجنون. یه ورزی هم میمدم بخونی، اگه مال هم نگردیه دیگه منو تو این دره ندی. ها اینا رو نصفشو میسوزونین و خاکسترشو به باد میدین، نصف دیگرش هم ریز ریز مکنین و به اون میدین. اوی آروم، اوی که با جور سرزن. به حق یوسف و عشق زلیخای او، خدا جون تاتون ما رو به هم برسون. خدا جون تاتون ما رو به هم برسون. سرگشت و غال و رسوای هم، که دو عاشق بود یار و دل آرای هم. خدا جون تا تون ما رو به هم برسون. خدا جون تا تون ما رو به هم برسون. My name
پدر و مادر ما را پکن فرسا تا نباشیم به جمعان و تو آسان جدا کلا جون پاسون ما را به هم برستو کلا جون پاسون ما را به هم برستو گلی جون فردا پیرم رو میفرستم پیش داداشه اگه این عرصه سر بگیره یه دعواها و دشمنی های طایفه همون هم تمام میشه حالا بینم پیرم چون کنه خیر شهر حالا باشو جلو امید خدا جوونی کجایی که یادت به خیر خدا قوت اصلا خدا قوت خدا حافظ شما آخه ای خدا اصلا اون بیل تو بذار زمین میخواستم باهات یه صحبتی بکنم رفتیم خانه تو نبودی خیر انشاءالله خیر ببینی بفرما مشتی خلاصه اصلا بعد از پیارت آقایی کدی و خوارک تو بزرگ بکدی حالا دیگه وقتش که به سر و سامینشم برسی چی؟ خوارک؟ حالا دیگه از نیمزدشم که چند سالی خبری دنیه بالاخره دخترم تا یه سنی میتونه تو خانه بمانه زنده باشه تو دمونم جوون کار اومدی مثل قلی سره چی شده؟ یه دقیقه ویل توول بکن بشینیم صحبت بکن کار که دیر نمیشه چرا دیر میگده؟ اصلا اگه قلی رو به نوکری قبول بکنی قلی؟ قلی که پارسال جلوی اویمو رو گرفت اصلا جان گردت یه آب خودش من سگ در خونم هم به اون نمیدم اصلا خب تنگی نکن این حکم پیغمبره خوشبختی دو تا جوونه اگه تو راضی بشی یا این حرفا از میون دو طایفه ورداشتن درسته صلح و صفا جای دشمنی و نقا رو میگیره داخل آدم ولی کیه که ما خواهرم بهش آدم خواست الله ما چی میند باقی مردم کمتره؟ مردم کیه؟ همین تو قلط های زیادی مشتی پیر شدی دیونم شدی اصول یا حرف دهان تو بفهم به ما میگی دیبینه بیشی تو ده ببین یه نفر تو رو آقل نه خفش رو بیاخه که 20 سال دیر به ما تو دخونی اگه منم به سن و سال تو بیدم خالید میکنم هست الله بس کاری کردی نمخواستی خواهر تو حاضی خب نمیدادی از دوم مردی به دوره که آدم تو دهون بزرگتر از خودش بزنه ای خراب بگرده دور و زمونتون که ملاحظه هیچی را نه این زهر گرما کنده رو کرده چشمه این نگارم
منو خوب بابا چی شد؟ هیچی آخه چی شده؟ چیزی نیست بابا ها؟ داد دفعه گفتم حرف زدن با این پسر فایده نداره. جبلای خدا بیامرز آدم خوبی بید. نمیدونم این پسر با چی رفته. آخه چی شده؟ هیچی آخر عمری چی دهنی هم خوردی آبریم رفت. از دولار تو دهان شما زده مجمع مردم الان هر کسی کف دست بازه چه دیوونه نیستی؟ چی شده؟ کاری نرسته باشی؟ کاری نباید بشه شده. بله تو نمخواد آتش و دامن بزنی. من راضی نیستم به خاطر من میونتین به هم بخوره. چی میگی بابا؟ مگه یادت رفته در روز پیش سر همین کارا برادری بیچاره رو دار زدم؟ بلکن بابا، هزار تا عشق و عاشقی فدای یه موی تو. اون دوون مرد باید حقشو بگیره تا بعد از این به پیر مردا بی‌حرمتی نکنه. اگه تو امروز قوت جوونی تو نداری عوضش منو داری. من یا باید بمیرم یا تلافی این بی‌حرمتی رو بکنم. برم بکنیم و ایلا خدا رو مکشم. بگیرینش تو بزنی خون تو تو دهان من بزنی خون تا تو باشی تو دهان شیر من بزنی خون تو دهان شیر من بزنی خون از آدابوش بر نگردونه بنده خدا چی کارهیه؟ از قدیم گفتن اگه خدا بخواد حاده بربر جبارونم خواهو ده سال تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم جا بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا تو بینم. هی گلنار همینجا بی خیال واس خودت نشستی برارت داره تو خونه خودش میگرده. چی شده؟ کی میخواستی بشه؟ پیروز خونه گراش دادش. من میشم تارنکبوت بیارم. خدا مرگم هاده چو کنم؟ تو بشو پیش مارت خونه هم من میشم. نه منم میشم. نه جون بشو پیش مارت بعد اونجا بیای من میشم پیش برارت. لجبازی رو کنار بگذار. دشمنیمون به جا اما حالا وقتی این حرفا دنیه خیلی از دستون رفتیم. بیتره
کردی به جوانی همه رنگ این جوان بیچاره رم نجات شد با من دشمنی کده اما من به مرگ دشمنم هم راضی دنیم بارلاها خودت نجات شده اگرم عمرش دیه واقعی نیست من ازش گذشتم خیلی ازش خون رفته باید خون تهیه کرد تا هفته رو خون بخواییم کار از کار میگرد قلی جون دلشون کجایی؟ اوتویه به سرکم کوه یواش آروم باشین اوتویه دکتر داره زخمش رو زنده زنده یه خدایا شد هزار مرتبه شد اما اگه تو نبودی برار رو مردم کاش ببریمش پیش یوسف رمار آبجی بده دهانم بباشه یوسف رمار نجاتش خونه باید خون تهیه چی؟ خون؟ خون؟ خیلی ازش خون رفته دیر به درمونگاه رسونده خدا مرمونه با وجود این اگر یکی جوان مرضی بکنه حاضر بشه از خون خودش به این جوان بده نجات پیدا میکنه حالا نمیدونم بین شما کسی هست این کار رو بکنه یا نه آدش دور من میتونم خونم رو بهش بدم باید خونه تو امتحان کرد آفرین بیا تو شما بریم فرده بیر باید باشم بیشه یوسف رمال قدر یاقود سغن تاقود قدر یاقود سغن تاقود کی به اسدالله کلمه کی صدمه داده نمیفهمم ها؟ عجب مادر بچه بی وقتی شده پس آقا دکتر میگفت خون ازش زیاد بشو یعنی از ما بهتر اونم دروغ میگن چه میدونم والا خواهر جون گوش به حرف این دکتر مفترا نده دوای این کار پیش منه میدونم اما مگه این جب باد نظره رو کی از تنه دور کرد خوده از حمله و غش کی نجاتت داد خوده های خوشم میاد از آدم های چیزم خوبی از خودته آقا یوسف آفرین برای این پسرتم اولین گرتو که از استخون مرده های از ما بهترون تهیه کردم دور تخت خوابش بپاد چشم این تخم مرغم براش بشکم چشم قدرشو بدونا چل شب جمعه توی قبرستونا واسه این من ریاضت کشیدم بردام هفت مرغ سیاه تخم کن چار من گندم یه دست 20 تخم مرغ تازه بردار بیار تا از اونا معجونی برات درست کنم که یه دست به دو دست نکشه چشم قربون دست و پنجه قابلی نداره ما چشم داشت و مال دنیا نداریم بفرم اما خب دست شما رو که نمیشه رد کرد بفرم یگلو خدا نگهدار به سلامت خواهر جان به سلامت ای خدا بنده های احمقت رو زیاد کن تا ما از گرسنگی نمیریم
تو قابل تقدیسه. 10 دقیقه استراحت کن، 1 فنجون شیر هم بخور، بعد میتونی بری. بولی؟ خودم هم همین فکر میکردم. او با دشمن خودش هم جوون مردی میکنه. او تا آخر عمر منو زیر خودش گذاشت. اما افسوس. افسوس دیگه برای چی؟ افسوس که من نمیتونم دهش ادا بکنم. آخه او از من چیزی مخواد که با وصیت پیرم جور در نمیاد. من نمیتونم خواهرمو بهش خوادم. این چه حرفیه؟ اگه پسر دختر همدیگر بخوان، نباید به خاطر این توکیسا اونها را از هم جدا کرد. نباید با سرنوشت دوتا جوان بازی کرد. چو کنم که رسم و رسوم ما غیر از وصیت بابام نمیتونم کار دیگه انجام هادم. خودتون بهتر میدونید، از من گفتم. حالا فعلا استراحت کنی. سلام آقا دوست. سلام خانم. سلام. نه الهی پیش مرگت بشم. نه چطوری؟ چطوری برم؟ خوبم الحمدلله. دکتر بشون پیش یوسف رمار اینا رو هادا دفاچم دور رخت خوابه و گفت از ما بهترون و نصفشو لقب کدی. دکتر بکو چند روز دیگه حالت خوب میشه. من به دکتر عقیده ندارم. دکتر چیه؟ یوسف رمار بکو واسهش تخت بچکه. چل سفر کلسون حاج ولی الله قزنفر خودم. نه قولی. قولی پیار قولی. پیار قولی آقا دکتر. شنبزا یک شنبزا دو شنبزا سه شنبزا چهار شنبزا پنج شنبزا همسایه دست راست همسایه دست چپ اونی که از دروازه رفت بیرون اونی که از دروازه اومد تو. خب چل سفر کلسوم قولی همسایه دست چپ اونی که از دروازه رفت بیرون اونی که از دروازه اومد تو. خانم اونجا چی کار میکنی؟ این کسافت کاریه چه را انداختی؟ ها بیا شنفتی؟ بهتره که چشم حسود بخیر کار خودت کردی آقا دکتر. گفتم بفرمایید بیرون این بساط جمع بکنید خانم. چشم میشم واسه تخشی که سرمال حال سبوت میشه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. باریکلا آقا دکتر. حالا کی مرخص میشه؟ پنجشنبه. پنجشنبه؟ پنجشنبه؟ بله پنجشنبه. بفرمایید. درست همون روز که جعفرقلی از فرنگ میاد. حیف نیست این حیوانه زمون بدتر میکشین. خب به جای اون حیوان این حیوانه ما آزار و خورده شوخی شوخی با ایال من هم شوخی چرا مخندی؟ قباحت داره خجالت بکشید. اونا اومد الهی شد اومد سلامت رسید الحمدلله خودش هر رسی الحمدلله که به سلامت بابا سلام. سلام پسرم حالت چطوره؟ الحمدلله شد الهی شد نمردم و چشمم روشن شد. بهت خوش گذشت پسرم. بد نبود متشکرم. شما ها چطوری؟ حالا احوال شما چطوره؟ الحمدلله. ای تو که هنوز یه دو قلمبه موندی. حالا خوبی شما قربانتون متشکرم عجب دردی شده خوش اومدی.
حاجی قدم پسرت مبارک باشه. دومادیشو ببینی. انشالله با همه دوستان هم همین مرمون هم ما میاریم یعنی بیاینه یالا یالا. خب جعفرقلی خوش گذشت؟ الحمدلله جات خالی بود. اینطوری که نمیشه، باید برام از سیر تا پیاز تعریف بکنیم. چه شما چه خبر؟ تازه کهنه؟ والا خبر زیاده، اما باید در فرصت باست تعریف بکنیم. در فرصت؟ چرا همچی کردین؟ بله ببینم این هرچیه. چی کار داری که این مسواکه؟ این هرچیه. اینم آدانسه. اون یکی رو هم بده من. اونو بده من. بپنی چیزی جا نمونه ها. شفتشو بنده. یا دستشو بگی. این آدانس هم همه تون بکنه. استولایا جعفرجون استولایا بشیم یه دیدنی ازش بکنیم. مریض خونه بوده. بچه ها شما اساسیه رو ببرین منزل تا ما بیاییم. بپن دیگه درشو باز نکنین ها. سلام علیکم. خوش آمدین. ببخشین که نمتونم بیام پایین. چطور؟ آخه امروز از مریض خونه اومدم بیرون. خدا بد نده. قدم سباک بود. ای بابا حالا چی شده؟ ای هرچی بود گذشت الحمدلله. خدا رو شکر اقلا تونستم موقع اومدنت ببینم. خیلی ممنونم استولا جون. تو بشو خونه، ما راضی به زحمت تو نیستیم با این حالت. شو خدمت میرسیم که صحبتامونو بکنیم. بشو بابا. آه پس فعلا خدا نگهدار. سلامت شما. باشو بشین بابا. بریم بابا. خب نفهمیدم، مثل این که میخواستی یه موضوع رو برام تعریف کنی. سر فرصت بهت میگم، دو سه روز که اینجا بمونی یواش یواش حالیت میشه. بگو دیشب ملای ده با حاجی ولی الله آمده بودم پیش داداشم، باهاش صحبت کردم، گفتن امروز صاحب خوشه، اجازه عقد رو خواستم. گلا پای سر او قبول کرده، الان میخوان منو ببرن همون، اصلا عقدم میکنن، شبم خبر مرگ عروسیمه. عروسیمه؟ تو با خلی عروسی نمیکنی؟ نه خدا نخواست. بهش بگو یه فکری بکنه، وگرنه خودمو میکشم تن به این کار نمیدم. بهش بگو دیدار به قیامت. گریه نکن، دل داشته باش. الان بهش میگه جوابشو واسط نیاره. تن منه. گوش کن احمد، اما اگر کسی از این حرفی که بهت میزنم بویی ببره، روزگار هممون سیام گده ها. اه بچه شدی، دهونه کوه دماوان وا میشه، دهونه من وا نمیشه. میدونم، بهش بگو بعد از ظهر که همه در خستهان اس میارم زیر درخت دخی، خودشو به اونجا برسونه، از اینجا فرار میکنی، نشین به یه دیار دیگه. چرا او خودشو بکشه؟ بگو حیف نیست که تو بمیری، دشمنت بمیره. بید تو احمد جان. اما به احمد شطور دیدی ندیدی ها؟ نه به هیچ کس نمیگم تو رو دیدم. خیلی ظالم بنا.
اسم مخای اون اسم. اما امروز که روز دومادی جعفر قلیه، همه اهل آبادی هم اونجایین، فرزن تو کجا مخای بشی؟ کاری نداشته باشم. آه نکنه که مخای بشی عروسی گلنار رو نبینی. آه حالا شما اینطور فکر بکنیم، اسمتون میگی یا نه؟ اون اسمونم تو ورد بشو. خیلی ببین، هر طور شده اسمتو بهت مرسونم. هر بدی و خوبی هم از من دیدی حلال بکن. چی؟ مای دیوونه شدی؟ نه دیوونه هم چدم. خدایا تو خودت جوونا را عاقل بکن. اینم چی شده؟ قلی اسب که خدا رو گرفت. که خدا خیال کرد قلی میخواد بشه تا عروسی خواهر تو نبینه. نبینه نبینه که نبینه. حواست کجایه؟ مای قلی رو نمیشناسی چه جوون بی کله ایه. نه برد رو در ره. چی؟ خواهرم و برد رو در بباره. اینا رو هیکن بگم. خبر قلی جون وایسا داره تو اینجا فایده نداره. چطور؟ گفت به قلی بگو داداشم بو برده که تو مخوای منو فرار هادی. اومده خونه جلوی اتاقم وایساده، دور تا داره خونه رو انداده. رفیقاش محاصره کردن که نکنه من فرار کنم. چه کار میکنی؟ کاری نداشته باش. قلی 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 یه قصه چه خبره؟ قلی میخواد آدم بکشه. آدم بکشه؟ چرا؟ مگه چی شده؟ ها؟ وقتی دید گل 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 چیه؟ گل 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 حرفت بزن. خودم دیدم کارتشو کشید، گفت خون را مندازم. خدایا خودت رحم بکن. چی کار بکن؟ حالا چه کنی؟ نه بذار فکرم رو بکنم. بچه باز خون و خون ریزی، باز جوون کشی. هنوز ده روز نگذشته، هنوز او روزنومش خوش نشده. لا لا الله. هیچ ناراحت نشدی؟ ناراحتی نداری؟ حق با توه. نه گلنار درست منو میشناسه نه من اونو. اما همینطوری هم نمیتونیم به هم بزنیم، باید با خودش صحبت کنم. آخه تا سرخ که نمیتونی همگر ببینی. اون وقت هم دیر نیست، سرخ باش صحبت میکنه. یه چیزاییست که باید از زبون خودش بشنفن. دموشم لوله لامپا بخرم، شاگرد حاجی لوله رو پیچید تو روزنومه و داد دستم. دیدم عکس داره. حالا که واکدم میبینم عکس خسال سر دختر مشقربونعلی زد فرج الله رو کش. میبین آدم برای دار چشید. در روز پیش به دارش زدن. خب حقش هم بود، کشتن جوون، اونم جوونی که هزارون هزار آرزو داره، اداقشو به دل پیر و مادرش گذاشتن، حقا گناه کبیره. کار شیطونه. آدم خسر از دنیا بل آخره میشه. خدا به همه ما رحم بکن.
که نمیتونم اینجا برات بیارم. بگو نار بگو. دیونگی نکنه. جون من به جون او بسته. شما ها با هم عروسی نمکنی؟ بهش بگو تا آخر عمر به یاد میاد. خدا نگه. ما رم بابو بیا بنا جنم ما باری بیا جنم خدا هم واسه تو رحمت دکن. سلام علیکم. سلام. اجازه ما فرمایی ما کهوشمونم مکشیم دیدیم بکلی. رادیو مأمور جمع‌آوری آهنگ‌های محلی هستم. یه چند تا آهنگم تو این سفر جمع‌آوری کردم. یکی از یکی بهتر. به ضبط تو رو روشن کنم. این اولیشو یکی از بچه‌های بلورده خونده. گوش کن. کسی دعوت شده؟ کاش دعوت شده. نکنه عاشق بخون پسر جون. دوای درد عاشق موسیقی. بخون تا دردت ساکت بشه. موسیقی زنگ فخوستر رو از دل آدم پاک میکنه. باور کن اگر استعداد خوندن آواز داشته باشی سر دو هفته تو رو شهره آفاق کاری میکنم صدای تو در هر دهکده‌ای به گوش مردم برسه، حتی اون دختری که دل از تو برده. از اون نگو، من الان اینجایم و اونا اصلا پای سفره عقل. گریه نمی کنی؟ چرا جواب نمیدی؟ نکنه دلت جای دیگه بنده؟ حرف بزن. یک ساعت دیگه این پرده از میان ما برداشته میشه. یک عمر باید شریک زندگی هم باشی. نترس، ناراحت نشو، هنوز دیر نشد. اونو دوست داری؟
خوشبخت باشی. حضرت آقای آقا جعفر قلی خان، اجازه می دهید که وکالتن از طرف شما اولیا مخدره محترمه مکرمه باکره باهره گلنار خاتون فرزند مرحوم کربلایی مهدی را به عقد دائم و زوجیت شما درآورم؟ نه اجازه میدم. نه آقا جان، من تا کنون 3500 صیغه عقد و 45976 صیغه طلاق جاری کردم، به چنین محظوری بر نخوردم. پسر جان من، مگه دیوونه شدی؟ تمون دارایی مرحوم کبلایی به دختر و پسرش رسیده. زمین، باغ، جو، گوسفند، خونه، زندگی. بابا، اسمش جو گندم نیست که خرید و فروشی باشه. این دختر به کسی میرسه که دوستش داره. کردی به قربان صدایت یا ببرم چادری تا ساق پایت، ببرم چادری از قلبه دل یار که نامحرم نبین از ساق پایت. مجنون نبود و مجنونم کردی، من کنیم سایش بشینیم، گلی خرمن کنم سایه نداره یار، دل مطاقت دوری نداره. مجنون نبود و مجنونم کردی، از شهر خدا بیرونم کردی شهر خود و بیرونم کردی. بستو نخو، الان بسیار آنه بسه که از داری از آثارش دنیه هر روز تمام کوه و دره ها رو دنبالش میگردن. او شده به زمین فرو رفت. گلی 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 کوه 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 مسخره نکنه یاد خوشم یاد حالا دروغ نمم الان داش مخون پیچکش از مزون در رفته. سب کنید شنوندگان عزیز، این بود آواز امقلی خواننده محبوب ما. تموم شد. بیش از 2 هفته نیست تا به عالم هنر گذاشته. تو که اومدی دیوونه شدی. امقلی رو با قلی فرق نمیداریم. حالا ما از این خواننده جوان خواهش میکنیم مجددا جلوی میکروفون بیان و خودشونو اونطور که هستن، یعنی به نام حقیقی خودشون معرفی کنن. اسمم قلیه. قلی؟ بچه دهات و کونم، اونجا که اوی صاف و هوای آزاد و مردم بیازار داره. اینجا اسم منو هم قلی گذاشتن. بله. 2 هفته است که افتخار همچاری با هنرمندای شما و رادیو رو پیدا کردم. بله. از این همه لطف و محبت شنوندگان و اجرا کنندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم. خب حالا دیگه چی میخواییم بخونیم؟ والا با اجازتون میخوام یا آهنگ محلی با شعر محلی واسهتون بخونم. اسم این آهنگ چی؟ اسمش گلنارجونه. گلنارجون؟
آه گلنار جون قشنگه؟ بله خیلی قشنگه. میدونم خیلی قشنگ. بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید پای میکروفون. آقایون از ارکستران حاضرن، میگم با تون همکاری کنم. بفرمایید. خب حاضری؟ حاضری آقا؟ خب یک دردم جون من پای داری گلنار جون دیدم میرختی در کردم جون من پای داری گلنار جون دیدم میرختی در تو پا جونم کردم نگاه گلنار جون ندیدم یه نختی اشتفون و من چار قطعه گلنار جون نرگز چشمونت اشتفی جون و من چار قطعه گلنار جون نرگز چشمونت میترسم جونم ترکت کنم گلنار جون ناکت بودونت جونی جونم با تو از دوریت حالی ندارم آی بین و شین و قافت بی قرارم به ته و به گرفتارم شو روز آی به غیر از لام و به درمون ندارم جونی جونم وای رزگارم هر دو زلفونه چون ابرشم گلنار جون ریشه بریشه هر دو زلفونه چون ابرشم گلنار جون ریشه بریشه دست بنداز جونم من گردنم گلنار جون مثل همیشه متول ناکنم مال خودم استی متول ناکنم جون دلم استی گر نیایی برام دیوونه میشم گر نیایی برام دیوونه میشم ز دوری رو خط پروانه میشم یار حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم کجایی؟ بیا تو فالی اینجایه سلام کجایه؟ این تویه این تو؟ دوگونه شدین؟ این تو چه کار بکنه؟ آوازم خود آوازم؟ اوه عجو بینا اگه این تو باشه ما میتونیم حسابی پیداش بکنیم الان من بر میگم کجا میشی؟ میشم پیش جعفرقلی جعفرقلی؟ خوبه بد نیست متشکرم کنید رسیدشو برامت بفرمایید قبضشو بده بفرمایید مرسی اینمه ممنونم بفرمایید خداحافظ خوش آمدید به سلامت تو رادیو الان مخونده خیر انشالله چی داری میگی؟
والا رفتم خونه دیدم گلنار و مارش گفتن الان قولی تو رادیو مخونده خودش هم شناسایی ها دار اسمش هم گفته آها شنیده بودم صدای خوشی دار اما از اونجا چطور سر در آورد والا منم نمیفهمم خدا اما جعفر قولی میدونی من زیر بار جوون مردی قولی هم باید هر طور شده تلافی کنم تو خودت پس بدی اقلن یه راه و چاره ای نشون هاده که من بشم دنبالش منم بدم نمیاد این عاشق دلخسته رو ببینم با هم میریم کجا؟ شهر همون جایی که میخونه راستی حرف تو حرف بیا ما یادم بشو تو بالاخره کار خودتو کردی سر این هتل موتولا رو تو دوا کردی چاره نیست زندگی رو به جلو میره دیروز نوبت گاو بود امروز نوبت اینه خب بعده ما فردا سر جاده یادت نره خدافظ سلام چرا نرزی که نمخواستیم سوار بشیم خب حالا صبر کنیم بازم ماشین میاد عجب آدمی ها یکی دیگه بیا بیا نیاردم نیاردم خیلی بیارت نیاردم 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 آقا ما میریم تهران چم میبریم ببر 5 تا بریم بالا مگه پیر عرب خرسه اشتومان خیلی پوله یه چونه نزنیم بریم بالا بابا دیر بشیم بابا آره بابا بریم بفرما آقا باشو بالا آقا از سلو شما بفرما یا الله موازه به درم یا ملا بریم آقا دیدین گفتم امارت های قشنگی داریم انگه یه خوبی هست گلی های بریم بابا یه سر جاده نیست بریم شروع نکنیم خیلی خوب بابا دیگه بلده بذیر من ببینم یا با چپچه اونو بچه آره بابا چشم اتحاد سلام 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 ببخشید ما با قولی کار دیدیم با قولی؟ بله اجازه دادن بفرمین در این طرف دارن صدا برداری میکنم فقط خواهید بگرم سرسده نکنم اطاعت نشه ما چه کار داریم به کار مردم که صداشو در بیارم بفرمین یا با بفرمایید خواهش میکنم شما اونا چیم این هم اطاعت میشه عجب شهریه یه چپوق هم نمیلن بکشید تا این چراغ قرمز روشنه نمیشه داخل شد ای بابا ما را اینجا هم نگه دید ببخشید صداشی نمیشه شنو چرا صبر کنی از اتاق فرمان میشه اجازه بده من لای در باز کنم نرسی متشکرم اما سر صدا نکن شلوغ نکنی گوش کن خودشه او قلیه تو رو به خدا نمیشه بشیم تو صدای قلیه بذار بشیم تو بابا اذیت نکنید برای من مسئولیت داره بشیم تو تو مرا تو مایی بعد دادی بیای پای چشمه کی میای نازنین با چشمه نومدی خوطری دام هر گلی بخترین سی تا چی دام گند آماده رو شد نیومد یارام خدا میدونه طاقت ندارام تو همچون نرگس مسته لبات مثل قنچه بسته ابروت چمنده زلفت بلنده بدون که دل در پیش تو بنده بابا، مگه تو انصاف نداری؟
اگه به شمر التماس کرده بیدیم رامو میدم سب داشته باش کبله ای شکیل میگه یه لقت بنگن به در و بپر گند و ماده رو شد نیومد یارم خدا میدون برکن برنم قولی جا قولی جا برنم چی کار میکنی؟ ما که تمام زحمت های مورو هدر دادیم قولی جا برنم ما از زیر بار دین تو خلاص شدم ما حاضرم خوهرم و به تو حالم حضرت چی میگه؟ من عقدش نکردم این تو و اونم گلنا عقدش نکردی؟ نه چرا عقدش نکردی؟ آخه جریان من مفصله فعلا هم نمیتونم صداشو در بیارم چی برش نگه؟ باید به من کمک کنی بالاخره میذارید به کارش برسی یا نه؟ یه بستشه میخوایم ببریمش خانم ها میخواید ببرید ببریدش اما کارش تموم نشده آقا بسیار معذرت میخوام الان درست میکنم اجازه هادین من این آهنگ عروسی محلی خودمونم بخونم بعد با هم یه میشیم بخون بخون که خوب به موقعه چون از اینجا که بشیم یه راست بشیم سر عقل ای من حاضرم آقا من حاضرم بابا حاضرید؟ کن چپ زنید و پای کوبید فکر دومادی کنید عروس و دوماد خوشحالن پس شما شادی کنید جونم پس شما شادید آید خورم از این زن گرفتن جعفر قلی ببین چی آورده بگو پسر زن دنبال خودت آوردی یا چرا کلک میزنی هی هی جبلی قم 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 جبلی هر تو دو مادیات که خونچه اقادره عروس و مازیات که خون مادر عروس نشست پدره یارم پدرش هم ناظره چه خون چه نازه ماشالله ماشالله پشت سرش جهازه ماشالله ماشالله وسیله سازه ایشالله خدا وسیله سازه این فکر دومادی کنی بلند پادی کنی جونو پرشادی کنی یا